بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. مجلس عمومی گزارش سالانه اتحادیه عامل منفعه افغانهای بی سی به ساعت 3 بعد از ظهر تاریخ یک شنبه 26 جنوری 2014 در بانزر کمیونیتی سنتر واقع شماره 65 پنجای بانزر اونی شهر برنبی در عقب مترو تاون برگزار می گردد. از تمام اعضای محترم اتحادیه خواهش می شود که مطلع بوده و به تاریخ متذکره در مجلس عمومی اشتراک فرمایند. کاروان استیدیو با کادر با تجربه آماده فیلم برداری و عکاسی مراسم عروسی، شیرین خوری، روز تولد با شرایط مورد نظر شما است. همچنین کاروان استیدیو تهیه و ترتیب اعلانات تجاری، دیزاین و چاپ کارت های شیرین خوری، عروسی و کارت های ویزیت فلایر را با نرخ مناسب میپذیرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر با حبیب حبیبزاده به شماره تلفن 604-710-6662 تماس حاصل فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. مهر دل ما مدام تقدیم شما، عمری که شود به کام تقدیم شما. پیدا نشدن هدیه که در شأن شماست، یک باغ گل سلام تقدیم شما. فرارسیدن میلاد مسعود نبی مکرم و حضرت رسول اکرم، اشرف اوصیا، خاتم الانبیا، خیر المرسلین، حبیب الله العالمین، طبیب قلوب المؤمنین، پیامبر عطوفت و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به محضر شما و همه عاشقان و محبان و شیفتگان آن حضرت تبریک و تهنیت عرض می نماییم. ویژه برنامه ایره که برای امروز به مناسبت مولود پیغمبر تهیه کرده ایم به خدمت شما پیشکش میکنیم. با ما همراه باشین. In a time of darkness and greed, it is your light that we need. You came to teach us how to live, Muhammad, Ya Rasulullah. You were so caring and kind, your soul was full of light. خير خلق الله صلوا على رسول الله حبيب المصطفى Peace be upon the messenger the chosen one From luxury you turned away You are Allah's chosen
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما أمري ولي من أمر المسلمين ولم يحتهم بما يحوت به نفسه لم يره رائحة الجنة. رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم فرمودند هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد و در کار آنها مانند کار خود دلسوزی نکند، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد. هراس و دلهوره خواهد رفت همان شبی که تو می آیی، همان شب آمنه می بیند درون چشم تو دنیایی. همین که آمده ای از ره قریش محو تو شد ای ماه، یتیم کوچک عبدالله ببین نیامده آقایی. گل زیبای بنی هاشم سلام بر تو ابوالقاسم، دلم کنار تو شد محرم ندیده خوشتر از این جایی. چنان کنار ابو طالب ستوده حسن تو را یثرب، که وحی شد به دل راهب همان ستوده عیسایی. به هیچ آینه جز حیدر نه پادشاه و نه پیغمبر، شکوه حسن تو را دیگر خدا نداده به تنهایی. به دختران نهان در گل ببار ساقی نازک دل، ببار تا که بشود نازل به قلب پاک تو نورانی. به آرزوی نگین تو در آمده است به دین تو، مسیح من به کمین تو نشسته است یهودایی. قسم به لیل و به گیسویت، به ذکر یا حق و یا هویت، آب آیه ابرویت، به آن دو چشم تماشایی. در این هزاره ظلمانی از آن ستاره که میدانی، برای این شب طوفانی کمی بخوان دل دریایی. بخوان که در عرفاتم من، کنار آب حیاتم من، تنین یک صلواتم من و شوق این همه زیبایی. A teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of him? He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of mankind, Aba al-Qasim, ya Habibi ya Muhammad, ya Shafi'i ya Muhammad, خير خلق الله محمد. يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast.
While they would love, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Mu'allim, he was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, salatu ar-rajul fi jama'ati khair min salatihi فی بیت 40 سنه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یک نماز جماعت بهتر از 40 سال نماز فرادا در خانه است. با آمدنت جهان ما زیبا شد، شب رفت و سپیده سر زد و فردا شد. ایوان مدائن که فرو ریخت چه باک، ایوان بلند عاشقی برپا شد. به مناسبت گرامی داشت از روز میلاد با سعادت سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، در روز شنبه 11 جنوری محفل ختم کلام الله مجید و سخنرانی از طرف اتحادیه افغان‌ها در مصلی شهر سوری برگزار گردید. محفل حوالی ساعت 4 بعد از ظهر با تلاوت جزوه های قرآن کریم توسط اشتراک کننده ها آغاز یافت. بعد از ادای نماز شام، دعای ختم قرآن مجید توسط محترم قاری شفیق الله و الحاج مختصر صاحب خوانده شد. بعدن بخش سخنرانی که توسط آقای ذبیح الله هدایت گردانندگی می شد با سخنان دکتر شیرحجیر رئیس اتحادیه افغان های بی سی آغاز گردید. ایشان به ضرورت گرامی داشت از چنین روزی اهمیت آن را برای آگاهی نسل جوان از فرهنگ والای اسلامی امان اشاره دادند. سخنران بعدی این بخش محترم الحاج عبدالجمیل زارع بودند که سخنان مبسوطی راجع به اهمیت این روز خجسته از جنبه های مختلف تاریخی و دینی اشاره نمودند. بعدن با توجه به حضور یک عده از جوانان ما در این محفل، آقای سلیم نوری بیانیه خود را راجع به اهمیت و ضرورت تجلیل از میلاد پیامبر گرامی ما به زبان انگلیسی ایراد نمودند که مورد توجه همگان قرار گرفت. پس از خوانش پارچه شعر نعتیه توسط محترم سمیع موج، نوبت به سخنان اصلی محفل محترم استاد سید مسعود بدخش رسید. ایشان بخش از همه سخنانشان را معطوف به این نموده بودند که تجلیل واقعی از میلاد پیامبر اسلام، پیروی از سیرت و راهنمایی ها و میراث پیغمبر یعنی کلام خداوند و سنت نبوی است. در اخیر محترم انجینیر ناظم ضمن تبریکی میلاد پیامبر بزرگ ما اندکی در مورد جریان فاند ریزینگ و مقدار پولی که تا حال به حساب پروژه امار مسجد جمع شده بود معلومات ارائه نمودند و از هموطنان طالب توجه و کمک بیشتر در این زمینه شدند. محفل با صرف نذرانه تهیه شده ادامه یافت و مراسم ذکر و نعتخوانی توسط یک عده از هموطنان ما تا ادای نماز فجر ادامه داشت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ربنا احفظنا من الاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا اليك. اللهم ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا فانك لا تخلف الميعاد. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. برحمتك وكرمك يا ارحم الراحمين. انشاءالله برادرهای هستن که با نوبت میان صحبت میکنن، خداوند کریم همه شما را اجر نصیب بکنه. شما به محفل آمدین که تا وقت جان کندن پیغمبر را داریم که امتی میگفت و امتی میگفت و امتی میگفت و از دنیا رفته. برادرهای محترم، گپا بسیار است، انشاءالله شبم دراز است، آهسته آهسته مسائل و انشاءالله ما شما بازگو خواهد کردیم. و در این قسمت از محترم دکتر صاحب اجیر رئیس اتحادیه افغان ها میخوایم که موضوعات را که دارن انشاءالله بگویم برای ما و شما. خداوند با حسنات همه قبول بکنه، آمین یا رب العالمین. قبل از همه سپاس بی پایان خداوند خالق ما را جل جلاله که ما را به نعمت حیات نائل ساخته و درود بی پایان و صلوات بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و جمعی خاندانشان. خواهر و برادرای محترم، پس فردا 12 ربیع الاول است. حدود 1443 سال قبل در چنین روزی بود که در عربستان در شهر مکه در یک خانواده کودکی به دنیا آمد که نامش محمد گذاشته بود. شاید در اون روز و در روزهای بعد از او تا که کودک بزرگ میشد همبازیهایش و خانوادهش هیچ وقت فکر نمیکردن که این کودک یک روز سرنوشت دنیا را تغییر میدن. اما به زودی وقتی که به حد رشد و جوانی رسید علائم ظاهر شد و بالاخره به ستاره تبدیل شد که در آسمان عالم بشریت طلوع کرد و سرنوشت بشریت تغییر داد. ما شما بازم سپاس میکنیم خدا را که امت چنان پیغمبر و چنان شخصیت هستیم که ناجی بشریت بود و بشریت نجات داد. خواهران و برادران عزیز، خداوند را سپاسگزاریم با ما توفیق بخشید تا با مناسبت میلاد پیغمبر عالی قدر اسلام و ناجی بشریت امروز دور هم جمع شده و راجع به این پدیده بزرگ چند لحظه صحبت کنیم. البته ایمان یک مسلمان نه تنها به ایمان آوردن به خداوند تکمیل نمی شود، بلکه در ارکان ایمان بعد از ایمان به خداوند، ایمان به ملائکه، کتب و رسول خداوند شرط اساسی ایمان می باشد. رسیدن به این ارکانهای ایمان ممکن نیست تا وقتی که آنها از طرف یک صادق امین، یک مبلغ راستین برای ما نرسیده باشد. ما به عقل بشری ناقص خود نمیتوانیم به تمام ارکان ایمان و تمام زوایای مختلف آن برسیم و اگر توسط عقل خود به موجودیت خداوند برسیم، مگر تعلیمات خداوند و اوامر آن را چه نوع به دست آورده میتوانیم. در اینجاست که بودن پیغمبران و فرستادن پیغمبران یگانه وسیله ارتباط مخلوق با خالقشان بوده و یگانه وسیله رسانیدن رسالات سماوی و اوامر و ارشادات خداوند به بندگان او می باشد. This day, alhamdulillah, is the day of, it's a very great day. It's the birth of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was the final prophet that Allah subhanahu wa ta'ala commissioned for all of mankind. There were some prophets that were commissioned or sent that were only for certain nations. For Hazrat Musa, Prophet Moses was sent to the Bani Israel, the children of Israel, and other prophets. But the Prophet Muhammad was sent for all of humanity. So this is and he's the last prophet. So anyone that comes after him and claims prophethood, like nowadays you may hear people claiming prophethood. They may even come to your door and claim prophethood. But
Allah subhanahu wa ta'ala says that that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet. There's no other prophet to come after him. So anyone who claims prophethood after him is just lying and trying to trick people out of. So this is something that may Allah save us all from this trickery. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he was born, the Jewish people they lived in Medina. One of them went to the top of a building, and he called out to the Jews. He said, "Come, come." Why was he calling them? He says, "Because the star of Ahmed has emerged." Because the Jews, they knew the signs of the coming of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It was in their book. It was in the Torah. But now it's been changed. The scriptures have been changed. So the mention of the Prophet may not be in their book, but it was at that time they knew the signs of the coming of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And one of them was that there'll be a star that will emerge at the time of his birth. So there was a star that emerged at the time of his birth sallallahu alaihi wasallam. And there was one Muslim that he related that to the other Muslims. That there was one Jew that he went on top of a building and he said that the star of Ahmed has emerged. ای سناخوان تو هی لایزال ما همه در گفتن وصف طلال خالق عالم تو را گوید درود مرحبا ای احمد عالی خصال حلقت کون و مکان از نوری توست حبزا ای هر دو عالم را کمال انفس و آفاق در غیب و شهود مدح خوان توست در یوم و لیال گرده ای از خوان حسنت آفتاب شیمه ای از مایبویت هلال چهار رکن و شش جهت را رونق است از حروف میم و هی و میم و دال یعنی محمد صلی الله علیه و سلم انبیا بر عظمت ذاتت گواه اصفیا اندر حضورت بی محال بی مجال پور عمران از تولای تو داشت پور عمران از تولای تو داشت از عصا و از ید بیضا مقال یعنی حضرت موسی علیه السلام از لب لعل سخنگویت مسیح معجز دم داشت انجام وصال ز اشتیاق تیغ ابرویت خلیل کرد فرزند عزیز خود حلال اولیای امتت با شور و شوق وارثان علم اسرارند و حال نورباران است خاک مکه چون فخر عالم در آن کرد اعتصار گشت خاموش آتش برزین و فارس مشعل روی تو چون کرد اشتعال بت پرستان و بت و بتخانه ها از وقار افتاد در قعر زوار هر کجا وصف تو باشد در میان دم زدن کس را در آن محضر محال سیدا سردار و فخر عالمی دستگیر آسیانی در معال یا نبی درد عزیزان را همه کند و از پرتو نور وصال دوستا و برادران و خواهران بسیار عزیز ما ناگزیر هستم که امروز صحبت‌های خود منسجم‌تر در رابطه با چند موضوع مهم که در رابطه با سیرت پیامبر است که قرآن مبارک پیغمبر را برای ما اسوه احسنه میگه که ما مسلمان ها واقعا در زندگی عملی خود بیاییم ببینیم که چقدر تانستیم که از اسوه بودن پیغمبر استفاده کرده باشه این ما گپ میزنیم، صحبت میکنیم تاریخ پیغمبر را میگیم اما ما عملا یک بار بندیشیم که ما از آنچه که خدا در قرآن در وصف پیغمبر میگه و تاریخ و سیرت از او بر ما میگه خود ما چقدر استفاده کردیم مهمی است صحبت ما صحبت دوستا در این شکل نیست که این دارای ثواب و پاداش است و بالاترین پاداش است که ما در زندگی عملی از پیغمبر تبعیت بکنیم پیروی بکنیم قرآن بر ما میگه بسم الله الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه آیا واقعا ما در زندگی عملی همی هستیم ما امروز فوکس و تمرکز ما سر چند حدیث است که ما میدونم که دی از دوستا این حدیث مبارک را یاد دارند یکی از او حدیث که پیغمبر گرامی اسلام در او تاکید کرد مسئله زن است مسئله که انسان مسلمان چگونه در رابطه خانوادگی خود و اجتماعی خود
در رابطه با زن چی نقشی را باید بازی بکنند؟ پیغمبر گفت که عاقلان هرگز بر زن غالب نمیشن. این حدیثی از حضرت رسول اکرم است صلی الله علیه و سلم که عاقل مرد عاقل هیچگاه سخن خود را بر زن خود بر زنان دیگر تحمیل نمی کند، اما مرد جاهل انسان جاهل سخنش را بر زنش تحمیل می کند و سخنش را بر زنان تحمیل می کند. یکی از اون اسوه هایی است که پیغمبر در رابطه با زنان خود انجام داد. از حضرت عایشه صدیقه بانوی بزرگوار اسلام که درود و صلوات حق باد بر ایشان، پرسیدن که اخلاق پیغمبر را چگونه دریافتی؟ حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمودن که کان خلقه القرآن، خلق پیغمبر چیزی نبود جز قرآن، برداشت عملی از قرآن. چرا امروز ما مسلمان ها در رابطه با زن دچار یک خشونت مستدام هستیم؟ و آیا ای در اسلام است؟ این جفایی که در حق زن امروز میشه، این همه شکنجه، اجحاف، ادبار، ظلم، تعدی، قتل، کشتار، تجاوز، همه اینا در کشورها و جوامع است که اینا مسلمان هستند. چرا ما با این خود آگاهی عقلانی تاریخی نرسیدیم؟ چرا جوامع غربی در این پروسس تاریخی به این خرد به اصطلاح رسید که زن و جایگاهش را مشخص بکنند، اما ما مسلمان ها چرا به این خود آگاهی عقلانی نرسیدیم؟ که مگه که گفت پیغمبر که زن بر عاقلان غالب آید و بر صاحب سخت بر صاحب دلان. گفت پیغمبر که زن بر عاقلان غالب آید سخت و بر صاحب دلان. بس باز بر زن جاهلان چیره شوند، زن که ایشان تند و بس خیره روند. این حدیث پیغمبر از برادران در ادبیات عرفانی کم بودشان. خب دقیق گوش بگیرین برادران عزیز، کم بودشان رقت و لطف و وداد، زن که حیوانی است غالب بر نهاد. مهر و رقت وصف انسانی بود، خشم و شعوت وصف حیوانی بود. آخرین مثلی از را کوتاه میکنم که بزرگوار مولانای بزرگی حدیث چه خوب از این مثلا یک حدیث بسیار چند سطر چند بیت بسیار زیبا را بیرون میکنه که در آخرش میگه که پرتو حق هست آن معشوق نیست. این کسی که هر کس که هر بار زن را میبینه یا او را خدمه فکر میکنه یا کنیز یا انگیزه جنسی در او خلق میشه، میگه که پرتو حق هست آن معشوق نیست، خالق هست آن گویا مخلوق نیست. برادرها، خواهرها و دوستای عزیز، قرآن تلاوت میشه، حدیث گفته میشه، ادبیات عرفانی و صوفیانه گفته میشه، اما اینا به خاطر عزیز که ما در زندگی عملی خود بریم به طرف اجرای اعمال اخلاقی و انسانی و اسلامی. پس وقتی که ما زن را در جامعه اسلامی یا در هیئت یک کنیز میبینیم یا برای ارضای غرایز ایوانی که وصف مولانا بزرگ میگه دیگه، میگه که خشم و شعوت وصف ایوانی بود، پس به این اساس خشونتی که بود در جوامع اسلامی هست هیچ گونه منشه دینی نداره، برگشته به ما عدم خود آگاهی از یک فرایند تاریخی است که متاسفانه ما در این راه عقب ماندیم، بسیار عقب ماندیم و کسایی که اونا باید از ما بسیار عقب میماندن قرون و اعصار پیش هستند. پس میم سر یک حدیث دیگه از حضرت رسول اکرم که انما الاعمال بالنیات، که این میگن حتی هیچ کس در این حدیث دیگه شک نداره که حضرت خلیفه دوم اسلام حضرت عمر رضی الله عنه این را روایت کردن که شما میدونید که اعمال ما همیشه مرتبط است با نیت ما و اخلاص ما. اگر ما
بیشتر از ما گفتن که شاید بدخش در مورد مسجد صحبت بکنن. شاید احتمال داره ما اگه وقت داشتم گپ میزنم. مولانای بزرگ امی حدیث را هم آورده بسیار خوب تشریح میکنه که ما باید بدانیم که ما چی میکنیم. که میگه که ما بیرون را ننگریم و حال را، ما درون را بنگریم و حال را. گر خطا بوید ورا خاطی مگو، گر شهید پر چون شهید پر خون، گر شهید پر خون بود او را مشو. وقتی که ما نیت ما، اخلاص ما، درون ما، باطن ما، ضمیر ما، وجدان ما متاسفانه مکدر باشد، از او آگاهی متاسفانه سرشار نباشد، هزار که ما نماز بخوانیم امو شعریست که ای خدا دل را نماز آموز کن، پرورشگاه نیاز و سوز کن، سجده ما سجده پا و سر است، سجده دل سجده پیغمبر است. ما بیاییم به طرف سجده دل بریم از این ریاکاریایی که متاسفانه به قول استاد خلیلی مقصد ما از نماز سفاراستن است یا دل زغبار شیر پیراستن است. چی از مقصد ما از نماز؟ اول باید اینه بدانیم ما برای چی نماز میخوانیم. چون نیست حضور دل چو بوزینه چی سود؟ برادران این اشعاری که این عرفا ادبا اینا میارن اینا برگرفته از آیات متبرکه و حادیث هستن. خب خفتن و برخواستن و امثاله ها بشد و ترکیبش. پس ما منظورم از این احادیث مبارکی بود که ما اگر در راه اسلام هستیم واقعا اسلام را تبعیت میکنیم، پیروی میکنیم، بیان از شعار بگذاریم، پیغمبر عملا اسوه حسنه قرار بدیم، در شعار نتیم، ریاکاری نکنیم، دروغ نگوییم، تهمت نزنیم، افترا نکنیم. پیغمبری که در زمان حتی او پیغمبر نبود یک مائده بزرگ را انجام داد به نام حلف الفضول. شما ببینید در دورانی که حتی او پیامبر نبود نام از او امین بود، اسوه حسنه. اما امروز ما پیامبر را شعار میدیم، اسلام را شعار میدیم، دین را شعار میدیم، فقط یکی به دیگه خود دروغ میگیم، اغوا میکنیم یک دیگه خود. پس به این اساس اسلام وسیله هزی شده که مسلمان برای خود و برای امنه به خود انسان است ضرر نرسانه. مسلم کیست؟ من سلم المسلمون من انسانی و یهدی. امروز بالاترین زجر و شکنده را انسان و مسلمان از دست خودش میبینه. چرا؟ چرا به دلیل چی؟ به دلیل از اینکه ما پیغمبر اسوه حسنه قرار ندادیم. گریه میکنیم، محفل میگیریم، عشق میریزانیم، دستمال ها را ترک میکنیم، دروغ میگیم متاسفانه. من بسیار سریع، ما آدم سریعگوی هستم، معذرت نشید. ما در زندگی خود ریاکار نبودیم و امون لحظه که ریا و تلاش ما بیاید خدا متعال مرا قبض روح بکنه. ما بسیار خسته شدیم. از چی خسته شدیم؟ از این جنگی که امروز در میان مسلمان ها چی در رسانه های اجتماعی است، چی در شبکه های اینترنتی است، چی در کشورهای اسلامی است. یکی دیگه خود اینا قتل میکنن، میکشن، توهین میکنن، تحقیر میکنن و امی از این میگه الله اکبر صلی علی محمد و آل محمد. اما وقتی که به طرف عمل از اینا میری متاسفانه شما چیزی پیدا نمیکنید. این دردیست که امروز یکی در روشن فکرهای مسلمان را گرفته، یکی در افراد چیزفهم مسلمان را هر روز زجر میده، شکنجه میده درونن. مثل مور هزاران هزار مسلمان روشن است که امروز در برابر این تعصب دیوانه شده. بالاخره سختگیری و تعصب خامی است تا جنینی کارخونه شامی است. پیام این حدیث، اینم حدیث است که مولانای بزرگ گرفت و داخل شعر آورد. اموش یسر و ولا تعسر، بشر و ولا تنفر. چرا ما امروز تنفر ایجاد میکنیم به جای که بشارت بدیم؟ چرا امی حدیث ده که به ما بشیرو میگه، چرا ما اینو نمیگیریم، ما تنفروش میگیریم؟ چرا؟ چرا که به ما میگه که شما با مردم تنگی و سختی ندارین، آسان ما سختی میاریم. اینجاست که من میگم که اسوه حسنه بودن پیغمبر را ما در طاق نسیان ماندیم. بیاین خواهرها برادرای عزیز، یک بار دیگه رول مدل ما پیغمبر واقعا پیغمبر بوده باشه.
رول مدل شعار نه، صحبت نه. ما بس اکادمیک بسیار یاد دارم که انجام بدم. به خاطر که من رشته آنتروپولوژی و تاریخ و یک بخشم دموگرافی است. من بسیار میتونم که بیایم مباحث علمی را اکادمیک مطرح کنم، ولی میدونم که اینجا جایش نیست. فقط میخوایم که کوتاه کوتاه بحثا را زنده، زنده که سبب ترغیب شود، سبب بیداری شود، سبب یعنی آگاهی شود انجام بدم. پس به این اساس بیاین که یک بار تعهد بکنیم که رول مدلی واقعی خود پیامبر قرار دهیم. و عمو گونه که خدای متعال میگه و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، که رحمت است برای کل عالم. از این رحمت ما مسلمانان یک بار استفاده بکنیم، نه که از این رحمت غیر مسلمان ها استفاده کرده بایستن. تکنولوژی از اینا، فن از اینا، دستاورد از اینا، شما باور میکنین ما 10 سال است یا بیشتر در کانادا است، ما کمتر دروغ میشنوم از کانادایی، بیشترین دروغ از مسلمان میشنوم. ما کمتر ریاکاری و تهمت و افترا از اینا میشنوم که بیشتر از مسلمان میشنوم. کمتر داو و دشنام از مسلمان میشنوم که از اینا بشنوم. این واقعیات روزمره ماست. اگر ما پیغمبر اسوه ماست، بیاین که واقعیت اسوه بودن در زندگی عملی خود تجربه بکنیم. اونجاست که ما میگیم که ما همون مدینه فاضله را که به اصطلاح افلاطون بحث شکر و دانشمندان اسلامی، ما بتانیم که حداقل اوتوپیا را عملی بسازیم، زمینی بسازیم، از آسمان ها به زمین بیاریمش. این بحثی ما بود در رابطه با میلاد و سعادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که واقعاً ناجی و شریعت است. مثلا بارتول مورخ روسی میگه، مورخ روسی در کتاب تاریخش، ما عنوان یک شاگرد تاریخ که همیشه درس دادیم، که میگه شما در دنیا محاسبه بکنید، انسان در نبوغ، در نبوغ شما بالاتر از محمد صلی الله علیه و سلم پیدا کرده نمیتونه. وقتی که بارتول روسی صد چند سال پیش میاد یا مطرح میکنه، امروز که دانشمندان امروز که زیاد مطرح کردن که لیستش بسیار زیاد است، اما چرا ما از این نبوغ پیامبر استفاده نمی کنیم؟ و قرآن هم تاکید میکنه که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. چرا ما اطیعوا الرسول شو بخیر اطاعت و نسیان ماندیم؟ پیغمبر میگه چیز، خدا میگه چیزی را که خود پیغمبر میده شما انجام بدین، چیزی را که میگه که نکنین بد نکنین. و ما اطاعت و رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. چرا نمیکنیم این کارا؟ پس امیدوار هستم، التجا میکنم، التماس دارم که ما یک چیز دیگر هم براتون بگم که تا ما حرکت نکنیم خدا ما را کمک نمیکنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اینم خدا اتمام حجت کرده. در اتمام حجت خدا هیچ شکی ما شما نداریم. پس بیاین که این تغییر را وارد کنیم. اگه این تغییر ما وارد کردیم، خشونت علیه زنم گم میشه، خشونت علیه یک دیگه خودم فرا میره و ما انسانهایی میشیم که واقعا مصداق همون حدیثی پیغمبر که مردم از دست و زبان ما دیگر مسئول است. حالا از دست زبان ما مردم مسئول نیست دیگر. ما در تلویزیون ها شما میشنم دیگر، تلویزیون های افغان ها را دیگر همه شما میبینین دیگر، هوا قباشان هم میبینین، دشای درازشان هم میبینین، لنگیاشان هم میبینین، نکتایاشان هم میبینین و داو دشنام و الفاظ سخیف و رکیکی از یارم میبینید. شرم انسانیت است، ننگ بشریت است، ننگ اسلام است اینا. و امی از اینا اول با بسم الله شروع میکنن، داخلشم با درود بر پیامبر. نه ازواج پیامبر مسئول ماند از دست از اینا، نه اصحاب پیامبر مسئول ماند، نه بشریت از زبان از اینا مسئول ماند. از اون کسی که پیامبر گفت که شما از دست شما کس، از زبان شما کس اذیت و آزار نبینه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رد عن عرض أخيه المسلم وجبت له الجنة البتة. رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم فرمودند هر کس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند بدون تردید بهشت بر او واجب شود.
در این قسمت یک پارچه ویدیو داریم که یکی از اطفال عزیز و دوست داشتنی ما ساحل جان به مناسبت کریسمس و سال نو به تلویزیون کاروان روانه کرده بودند. اما به علت ازدحام حجم برنامه های گذشته موفق به پخش این برنامه نشدیم. برای حال این برنامه را آماده داریم که با هم میریم میبینیم و بعد باز اینجا جا داره که تشکر کنیم از ساحل جان نازنین و خانواده محترمشان که زحمت کشیدند و این ویدیو کلیپ برای ما ارسال داشتن. Guys, welcome back with Salt for Hattie and today is a Christmas and Happy New Year video. This is what I got from my teacher from our Christmas party. It says giving, sharing, wishing, hoping and dreaming. It says may the season bring you the best gift of all. Happy holidays. Happy New Year. Have a good time. And this is what my friend gave to me. And this is when I was at school making my gingerbread house. And that's the gingerbread house filled with candy. That's mine. And I love 2014 because it's Happy New Year and that's our Christmas tree. And I love Christmas because it gives you lots of presents and it's really cool and it snows a lot. And this is my car, one of my presents that I got from Santa. I wish you a Merry Christmas by Caravan TV. خب دوستان ارجمند و اطفال نازنین، ویدیو کلیپر با هم دیدیم. امیدواریم که پسندیده باشین. اگه اطفال نازنین و قندل دیگه ما هم تمایل دارن که همچی پارچه‌ای را یا مثل اینها را درست کنن و به ما روانه کنن تا در تلویزیون خود شما پخش بشه، ما خوشحال میشیم و با کمال میل حاضر به همکاری هستیم. همچنین از طرف ملاله کوآپ هم جشن به خاطر سال نو به پا شده بود که ما هم گزارشات مختصری را تهیه دیده بودیم که حال خدمت شما تقدیم میکنیم با تشکر از مسئولین و اعضای ملاله کوآپ. به نام خداوند بزرگ، خواهرای نازنین، دوست داشتنی، ما از صمیم قلب همه شما را خوش آمدید میگم. پروگرام امروز ما به مناسبت از سال نو و جشن کریسمس مردم کانادایی ما هستند. اموتر که شما میفهمین ما در کانادا زندگی میکنیم، لازم دانستیم که بعضی اوقات در خوشی و غم از این مردم هم شریک داشته باشیم. به این مناسبت است که ما دو چیز یک جای ساختیم، هم سال نو و هم کریسمس، و امیدوار هستم که امروز شما از این پروگرام لذت ببرین. البته به خاطر از اینکه وقت کم است، روزا کوتاه است، ما زیاد چیزا را نتونستیم آماده بسازیم، ولی پروگرام ما زیاد کلان نیست، فقط ما یک غذای مختصر بر شما تهیه کردیم و اگر کسی کدام شعر یا چیزی داره میتونه بخونه و بعد از او ما میتونیم با هم بشینیم یک لحظه سوشال داشته باشیم، صحبت کنیم از تجربه خود، از مشکلات خود با هم صحبت کنیم، یک لحظات خوشی داشته باشیم. دیگر من از همه شما صمیمانه تشکر میکنم و بسیار خوش هستم که امروز شما قدم رنجه کردین، تشریف آوردین و امروی ما یک جای شدین. البته این آمادگی شما، آمدن شما نمایندگی از اتحاد و همبستگی ما خواهرای نازنین میکنه. بر همه شما عمر طولانی، سعادت ابدی و خانوادهتان، خودتان شاد و سلامت و موفق باشین. تشکر.
ای احمدیان به نام احمد صلوات، هر دم به هزار ساعت از دم صلوات، از نور محمدی دلمان مسرور است، پیوسته بگویید به محمد صلوات. التماس دعا. خدا حافظ و ناصر. مجلس عمومی گزارش سالانه اتحادیه عامل منفعه افغانهای بی سی به ساعت 3 بعد از ظهر تاریخ یک شنبه 26 جنوری 2014 در بانزر کمیونیتی سنتر واقع شماره 65 پنجای بانزر اونی شهر برنبی در عقب مترو تاون برگزار می گردد. از تمام اعضای محترم اتحادیه خواهش می شود که مطلع بوده و به تاریخ متذکره در مجلس عمومی اشتراک فرمایند.